درود بر شما. ما ایرانیان با محدودیت‌های متعدد در زندگی خو کرده. یکی از این محدودیت‌ها که بی اساس و بی پایه متأسفانه سال‌هاست بر زندگی ما ایرانیان تحمیل شده، صرف تراکنش‌های بانکی است. شما وقتی می‌خواید از یک دستگاه ATM مبلغ رو دریافت کنید، شاید اگر که ارزش دلاری اون مبلغ رو یا ارزش قدرت خرید اون مبلغ رو شما در نظر بگیرید، صرف 200 هزار تومانی که برای برداشت از ATM‌ها در ایران اعمال شده، شاید پایین‌ترین صرف در دنیا باشه. از طرف دیگه شما وقتی که میخواید با اپلیکیشن موبایلیتون یک مبلغی رو جابجا کنید به صف میخورید، به محدودیت مواجه هستید. همین راه رو اگر شما تشریف ببرید به شعبه و شعبه ازدحام در شعبه به وجود بیاد، به راحتی کامل و کاملا در دسترس هست مبالغ بسیار بالاتر، یعنی میشه صف بسیار بالاتری رو پرداخت کرد، انتقال بخش داد. سوال اینه که چرا این محدودیت‌ها بر پرداخت‌های موبایلی یا بر دریافت از دستگاه ATM اعمال شده؟ مسئولان بانک مرکزی معمولاً وقتی که در واقع مورد هر سوالی قرار می‌گیرن، معمولاً ادعا می‌کنن که دارن با پولشویی مبارزه می‌کنن. یکی از مسائل این هست که در طی چند سال گذشته ما حتی یک پرونده مبارزه با پولشویی رو از سوی بانک مرکزی یا از سوی وزارت اقتصاد متأسفانه تا امروز شاهد نبودیم. مهمترین ابزار کنترل فساد و مبارزه با فساد بحث پولشویی و مبارزه با پولشویی هست، ولی در کشور ما این مسئله متاسفانه جدی گرفته نشده. پس پولشویی مهم هست، بنده به عنوان یک متخصص بانکی در این مسئله شکی ندارم، اما این که ما ادعا کنیم برای مبارزه با پولشویی باید این سقف‌های تراکنش اعمال بشه، بنده به عنوان متخصص بانکی خدمت شما عرض می‌کنم که هیچ پایه‌ای نداره. مبارزه پولشویی یعنی این که افراد دسترسی به پول وجه نقد دارن، به پول اسکناس و مسکوک دارن، میخوان این اسکناس و مسکوک رو به بانک منتقل کنند. اگر بانک مرکزی واقعا در جهت مبارزه با پولشویی میخواست اعمال نظر بکنه و میخواست مقررات بگذارد، باید وقتی که پول نقد به بانک منتقل میشد صف قرار میداد، که تا اونجایی که بنده مطلع هستم هیچ صفی در زمینه گذاشته نشده. موارد متعددی که متاسفانه به جای مانع زدایی، مانع گذاری در بانک مرکزی در گذشته صورت گرفته و هنوز هم ادامه داره، اینها به شدت بر زندگی و رفاه مردم تأثیر منفی گذاشته و مطمئن باشید که ربطی به پولشویی ندارد. امیدوارم با تلاش رسانه ملی و با تلاش مردم محترم و متعهدگری مردم شریف ایران این نوع محدودیت‌ها از زندگی ما ایرانیان برداشته بشه. سپاسگزارم.